برادری مهربان، استادی عزیزک حاجی مرزا را به این محله ما و خاندان دوست خیر و مقدم میگویم که امروز از خدوم مبارکی برادری مهربان که دیدارش بسیار صمیمی است، جای مبالغه نیست، جای تعریف نیست. بسیاری زمان در صحبت اهل علما می نشینی، در صحبت دوستان می نشینی، از صحبت همدیگر فیضها نمی بینی، اما خداوند برکت بده استاد مهربان، دیدارش، گفتارش، صحبت و لحظه های نشست فیضی دارد. برای من دوستای مهربان، در حضور استاد مهربان سخن کردن ما از روی آداب نیست، اما امر که از جانب استاد مهربان شد، برای شما یک نصیحتی را از روزگار ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان میکنم که این همنشین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک درسی را بیان میکند. بیان میکند که ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند مهربان برای ما و شما در این حیات چهار ناظر را معین ساخته است. یک ناظر اصلی ما الله است که همه کردارهای ما، رفتار و کردار ما را خداوند خودش نظاره میکند. و دوم، خداوند مهربان همین زمینی که ما بالایش قدم میمانیم، بالایش زندگی میکنیم، بالایش حیات داریم، همین را ناظر قرار داده است. پس ای برادر عزیز، زمانی بالای این زمین سجده میکنی، زمان بالای این زمین عمل خیر انجام میدهی، زمان بالای این زمین قدم میزنیم، باید بدانیم که این زمین ناظر است روز قیامت. بزرگ میفرماید زمین روز کند سه بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ به حسرت ها درایی در دلی من، غریبی عاقبت در منزلی من. دوستای مهربان، ما زمان بالای این زمین قدم میمانیم، روزی می شود که داخل زمین می رویم. پس این زمین اون حالت ما را شهادت می دهد، از قدم ها، از عبادت و سجده ها، از این گفتار و نشست ها. پس آماده باش ای دوست، ای هموطن، این روزها را با خیر بگذران. سلام خداوند ذوالجلال جسم های ما و شما را ناظر قرار داده است که روز قیامت هر یک جسمی که امروز ما داریم، دست و پا و زبان و گوشه که حرف میزنیم و میشنویم و میگیریم و میرویم، روز قیامت ناظر ما و شماست. الله عزوجلال در کلامش بیان میکند استعیذ بالله، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. صدق الله العظیم. خداوند مهربان روز از این دستان ما میپرسد، از این قدم های ما میپرسد که ما و شما با این دستان چه عملی انجام دادیم و قدم ها را در کدام راه نشاندیم. اگر برادر عزیزم، اگر ای هموطن، قدمت را در صراط مستقیم ماندی، قدمت را در قدم محمد صلی الله علیه و سلم ماندی، برای خوشحالی باد که آن روز روز شادیت است. بزرگ می فرماید ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت بر صراط جای تشویش هست و بیم. پس قدم ها را استوار بگردانیم در راه صراط مستقیم که آن روز شهادت است. چهارم ناظری که خداوند ذوالجلال برای ما و شما عزیزان نصیب گردانیده است، این ملائک است که هر یک کردار ما و شما نوشته می شود، هر یک گفتار ما و شما نوشته می شود. پس زبان را از گفتن حرام، چشم ها را از نگاه حرام، قدم ها را از رفتن به سوی حرام نگاه بداریم که روزی می رسد از این عمرها پرسیده می شویم. در زمان عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه، روز مادر نزدش آمد و از فرزندش شکایت کرد. عبدالله ابن مبارک را گفت فرزندی دارم، هر روز به بازار می رود، بازار می رود، کار می کند، مردی کاری می کند، مال به دست می دارد، اما تا زمانی به خانه رسیدن مالش را برای فقرا و بیچارگان تقسیم میکند. فقط به خاندانمان همون مقدار مالی میارد که همون شب تا روز نان تلاقو کنیم،
دیگر نان زیادی در خانه ما نمیماند. عبدالله ابن مبارک این جوان را دعوت کرد، گفت جوان آیا میدانی که مادرت از بالای تو شکایت دارد؟ جوان گفت عبدالله البته که میدانم، اما من احترام مادرم را به جا آوردم و نمیخواهم قلب مادرم را آزار بدهم و برایت میگویم ای عبدالله، اگر روز ما از این مدینه منوره کوچ ببندیم، بکوچیم و برویم به یک شهری دیگر، به یک ملکی دیگر، آیا همین مالی که همراه داریم در خاندان در مدینه منوره یکان طایفه مال مونه، یکان ذره مال مونه در مدینه میمانیم برای نفره؟ عبدالله گفت نه، اگر ما به شما هم دوستای عزیز از این محله بکوچیم به محله دیگر بریم، هیچ وقت در این محله مال و دارایی ما نمیمانیم، میبریم در این دنیا همراه ما میبریم. پس این جوان گفت عبدالله آیا میدانی که روز ما این مدینه را ترک میکنیم و میریم به شهری که گذری خاموشان هم دارد، خبر نام دارد؟ من این محنتی که میکنم میخواهم به دست خودم در راه خدا بدهم که روزی که خداوند من به آن منظره ای برد، من در آنجا آن داده خود را انتظار باشم و بگیرم خبری خود را با عملهای خیش آباد بگردانم. زیرا که اگر من برای زن و فرزندم مال بیمانم، من میدونم که رزاق الله هست، رزق بنده ها را الله میدهد و من امروز داده ای که خداوند برایم داده است با دست خودم با مردم میدهم، برای مسکینان میدهم تا در خزینه های الله عزوجلال ثبت بگردد و روز قیامت به دست من بیاید. گر به دست خود دهی خرمایی تر، به که بعد از تو دهم خیرواری زر. برای می دوستای مهربان، امروز که این محفل نور با برکت است و برادر مهربان اینقدر اهل علما و حافظان قرآن جمع آورده است، این خیر و برکت است برای اهل خاندان و این نشست برادران روزدار. دوستای مهربان، امروز این بیماری که به سر جامعه جهانی آمده است همه آگاه هستیم. تقدر این ماه مبارک در این شبهای مبارک زمانی برای خوردن طعام برمیخیزی، ای برادر نمازی بگذار و از خالق توانا دعای کن در حق همه مردم، همه جامعه جهانی، که خداوند امیر از سر مردم دور کند، خداوند در این مسجدها را باز کند. این هدفی است از قلب بنده برای دوستان، زیرا این امتحان الهی است. مولانا بیان میکنند جمله ذرات زمین و آسمان لشکری حقند روز امتحان. امروز خداوند این لشکر شروان کرد. این از گناه ما بنده ها هست. پس ای برادر، این شبها شبهای توبه هست، این ماه ماه استغفار است، این ماه ماه است که گناه ها را بشوییم، برای دوستان و برادران دعا کنیم. هیچ وقت نفری را، برادری را، بنده ای را دشمن خود نحسابیم. بزرگ می فرماید اله خانه ای دشمن نسوزان، که در پهلوی من او خانه دارد. ما هیچ وقت شاد نشویم که در فلان مملکت زیاد شده است. ما فقط دعا کنیم که پروردگار را از سر مردم ببردارد. حتی از خداوند تمنا دارم که پروردگار را اینجا نشستگان را مأمور به جنت بدهد. خداوند خدوم استاد مهربان بر این محفل خیر و برکت ما مبارک بیاد. خداوند مهربان همه اهل علما علی خصوص استادای عزیز، خداوند مهربان در مشان خار نزند. خداوند بالای سر این مردم نصیحت ها کنند و ما از این گلستان قرآن و از این بهاری همیشه سبزی حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلام یک شراب ایمانی خود را تربی سازیم. خداوند خیرات برادر مقبول بگرداند. الله عزوجلال اینجا نشستگان را مأمور به جنت بگرداند. پروردگارا فردا ایام قیامت نام ما و شما را در خطار روزداران ماه مبارک رمضان حشر بگرداند. پروردگارا می با از آتش جهنم و وارد شدن را به جنت الفردوس برای اهل این خاندان و اینجا نشستگان ارزانی بگرداند، زیرا که دریای رحمتت به پایان است. آمین. خلق عالم در انتظار تو آن، در غم ابر نوبهار تو آن،
خطره برگلویشان بیچکان دانه های چدور از نیسان لیک پیش از تو دیگر آمد لیک پیش از تو دیگر آمد نتوان گفت خوش و یا ناخوش نه کسی انتظار بودش راست نگرفته اجازت و درخواست گشت وارید به هر کجا که بخواست کر جمله غنا غنا خاموش خلق را جمله کرد چون مدهوش ندیده دیده نشنید هیچ گوش ترسم این که بگویمش ناپاک ترسم این که بگویمش ناپاک چون به ناپاکی هاست او در جنگ دشمنی مکر و حیله و نیرنگ گویا هست صاحب ادراک گویی هست اهل دانش و فرهنگ میکند هرچی را بنام و سننگ نتوانم بگویمش پاک است نتوانم بگویمش پاک است ای بسا پاک جای و پاک مکان در و بام و تیرزه ها بستن چی بسا پاک دل و پاک زبان نفس و نفسی پاک بشکستند بلکه نا آمده فقط با نام بلکه نا آمده فقط با نام در مسجد و معابد را بست ریخت بر خاک سرد زمزم را هم کریست و سری بودا بشکست شرق از غرب برید و بگسست اهل قدرت زدند بر زانو اهل قدرت زدند بر زانو قامت اهل کبر را خم کرد قامت اهل ظلم را خم کرد دست اهل قتال را بربست در اهل جدال محکم کرد آدمی را به فکر یک دم کرد بزمی تویان را چما تم کرد جای خرسندی ها پر از غم کرد اهل از کاری خیش می ترسد یار از یاری خیش می ترسد شده از هم جدا برادرها خواهران و پدر و مادرها دل و دلدار و یار و یاورها باور از باری خیش می ترسد رمضان آمدی خوش آمدی خوش رمضان آمدی خوش آمدی خوش شاید اوضاع را دیگر سازی شاید اوضاع را دیگر سازی شاید این شام را سحر سازی شاید این زهر را شکر سازی جای بد با نکو بدل بشود
صلح در موضع جدل بشود، دستگیری پی خلل بشود. این همه عبرت است صوتی را، این همه عبرت است صوتی را، شایدم بحر خلق پند شود، عقل و ادراکشان بلند شود. که خدا نیستند و مخلوقند، که خدا نیستند و مخلوقند، گی گدایند و جمله مرزوقند، که گدایند و جمله مرزوقند، بنده خالصی خدا بشوند، تا که آزاد زین وبا بشوند، تا که آزاد زین بلا بشوند. قرآن بخونم.